Terrifying moments for a downtown Las Vegas homeowner who posted this video on social media. فکر کن نصف شبی تو خونت نشستی و یهو صدای در میاد. میری ببینی که کیه و با این صحنه وحشتناک روبرو میشی. اتفاقی که بعدش واسط میفته زندگی تو جهنم میکنه. الان خب رفقا اکثر خونه ها زنگ دارن و کارگاهشون اینه که وقتی یکی زنگ میزنه صاحب خونه از آیفونی که تو خونش وصله میتونه ببینه که کیه پشت در. این زنگ در تو کشورهای خارج به خصوص تو آمریکا یه کمی پیشرفته تره. زنگ درهای خارج در کنار اینکه تصویر را نشون میدن به تحرک هم حساسن. به عنوان مثال وقتایی که صاحب خونه نیست یا خوابه، افرادی که از جلو در رد میشن یا میخوان به زور وارد خونه شن آلارمش فعال میشه و به صاحب خونه خبرش میره که آقا یه چیز مشکوکی جلو دوربین تکون خورده، خودتو زودتر برسون خونه یا اگه خوابی بیدار شد. توی این ویدیو میخوام وحشتناکترین تجربه انسانها رو از این زنگ در واسهتون بگم که یه سریاشون خیلی عجیب و وحشتناکم واقعا. پس اگه جرأتشو داری حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. مورد اول، یه خانومی وقتی داشته وارد خونش می شده به یه دلیلی فوراً همونجا وای میسه. دلیل این کارش یه صدای نامعلومی بود که از یه جایی می اومد، اما کجا؟ این زن صدایی میشنوه که شبیه ناله است و این در حالیه که اون آدم یا هرچی که هست این زن رو دیده و ازش کمک میخواد. این زن وقتی که این صدای عجیب رو میشنوه به پلیس زنگ میزنه تا ببینه قضیه چیه. پلیس اون روز اون منطقه رو کامل گشت اما هیچ چیز مشکوکی پیدا نکرد و تا به الان معلوم نیست که این صدای مرموز از کجا می اومد. مورد دوم، شب بود. صاحب خونه تو خونش داشت استراحت می کرد که یهو زنگ خونش یه چیزی رو جلو در تشخیص داد. وقتی که رفت چک کنه هیچی جلو در نبود. واسه اینکه خیالش راحت شه فیلمو دوباره بررسی کرد و از چیزی که دید وحشت کرد. دقیقا همون لحظه که دوربین آلارم داد یه چیز گوی مانند سفیدی از سمت راست اومد و آروم آروم رفت سمت چپ و محو شد. خیلی عجیبه که دوربین تونسته همچین چیز کوچیکی رو شناسایی کنه. اینجاش ترسناکه که بعضیا تو کامنت ها این ادعا رو کردن که دقیقا همین اتفاق برا منم افتاده بود. بعضیا میگن ممکنه شاید یه نوع حشره باشه اما همونطور که میبینین اصلا شبیه حشره نیست و مثل اونا پرواز نمیکنه. خیلیا باور دارن که این چیز کروی شکل اسمش اورب هستش. جاهایی که این اورب دیده میشه معنیش اینه که ارواح اونجا حضور دارن. خیلیا تونستن چندین اورب رو یه جا ببینن و دقیقا همون جاها نشونه هایی از وجود ارواح حس میشد. فقط کافیه که این جمله رو تو گوگل سرچ کنید تا خودتون به چشم خودتون ببینید. مورد سوم، در سال 2021 مرد میانسالی که یک کیسه پلاستیکی دستش بود به یه خونه نزدیک میشه و همش این سه تا سوالو میپرسه. مطمئنی؟ اطمینان داری؟ فقط چند تا سوال میخوام ازت بپرسم. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? زن صاحب خونه که تو خونه تنها بود بعدها گفت که من وقتی این مرد خوفناک رو دیدم تو خونه قایم شدم و با پلیس تماس گرفتم. شوهر این زن که خونه نبود از طریق اینترنت به زنگ در وصل میشه و وقتی که این مرد داشت از خونه دور میشد ازش میپرسه همین باعث میشه که این مرد برگرده و یه سری چیزای خیلی دلهره آوری به دوربین بگه. What? Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm gonna rape her and kill her. The post left the neighborhood and people all over the valley shaken. That man has since been arrested. مورد چهارم. اینی که میخوام بگم واقعا عجیبه و مو به تن آدم سیخ میکنه. توی این ویدیو میبینیم که یه مردی میخواد وارد یه خونه‌ای بشه. اینکه خونه خودشه یا کس دیگه مهم نیست. چیزی که مهم و ترسناکه اینه که وقتی که این مرد داشت به در میزد یه حاله سیاه رنگی که شبیه حیوونه از پشت سرش ظاهر میشه و خودشو به این مرد میرسونه. وقتی بهش میرسه این آقا برمیگرده و پشت سرش رو نگاه میکنه، انگار که متوجه حضورش شده یا صدای پاشو شنیده. شاید مثلا سگ این خونه مرده چند سال پیش و این روحشه که داره اون اطراف میپلکه. مورد پنجم. اینی که میخوام بهتون بگم فیلم نیست، بلکه یه عکسی که اگه ببینید شبا خوابو ازتون میدزده. یه عکس فوق وحشتناک. یه آدمی وقتی که تو خونش خواب بوده بهش پیام میاد که زنگ در شما یه تحرکی رو شناسایی کرد. وقتی که این آدم صبح از خواب پا شد پیامک رو دید. وقتی فیلم رو چک کرد چیزی ندید و فکر کرد شاید به خاطر حشره یا مگس پیامک اومده. اما وقتی که اون یکی پیام ها رو دید با این صحنه فوق ترسناک و عجیب روبرو شد. این که مرده یا زنه معلوم نیست. چیزی که عجیب و ترسناکه شکل و فاصله چشماشه. هر کی یا هر چی که هست چیزی نیست که آدم دلش بخواد نصف شب جلو در ببینه. مورد ششم. وسطای سال 2020 ساعت حدودای 9:30 شب وقتی که کرونا تازه اومده بود و قرنطینه اعلام شده بود، شخصی به اسم ریموند هاپکینز در رو به روی کسی باز کرد که باور داشت پستچیه و میخواد یه چیزی رو تحویل بده. وقتی که صاحب خونه در رو باز کرد، این آقای به ظاهر پستچی خواست که از پست عکس بگیره. این عکس گرفتن از پست کاریه که خیلی از پستچی‌ها انجام میدن با وسایل گران قیمت. این طبیعیه. و چند لحظه بعد این صاحب خونه وقتی که خواست اون بسته رو از زمین برداره، خودتون ببینید که چه اتفاقی میفته. پستچی قلابی وقتی که صاحب خونه میخواست بسته رو از زمین برداره با چاقو بهش حمله ور میشه و چندین ضربه به سرش میزنه. بعدش میبینیم که بقیه اعضای این گنگ از ماشین پیاده میشن و به خونه میان. بعد اینکه این دزدا وارد خونه شدن تونستن که بیش از 36000 یورو یا به عبارتی بیش از 1 میلیارد تومان اشیای با ارزش بدزدن. اما مسئله اینجاست که یکی از این دزدا که اسمش لری بود وقتی میخواست که از خونه خارج شه با صاحب خونه و زن صاحب خونه درگیر میشن. کشمکش و دعوای خیلی خطرناک و شدیدی بین این دزد و زن صاحب خونه با خود صاحب خونه پیش میاد. اما بعد چندین دقیقه متاسفانه این دزد گلوی زن صاحب خونه رو میبره. بعدش میره اتاق پسر 12 سالش و با شاتگان بهش شلیک میکنه. این سه تا زنده موندن، اما پسر 12 ساله ممکنه دیگه هیچ وقت نتونه راه بره. پلیس تونست کریستوفر سارجنت، همون پستچی قلابی، و انتونی لاسکلیس رو دستگیر کنه، اما دوتا دیگه هیچ وقت پیدا نشدن. مورد هفتم. این موردی که میخوام بهتون بگم بحث و جدل سرش زیاده و تئوری های مختلفی واسش میارن. این ویدیو وقتی شروع میشه که یه شخص مرموزی رو میبینیم که نزدیک به در وایساده. این شخص انگار یه بسته ای رو زمین میذاره و بعدش سوار ماشینش میشه و سریعا این محیط رو ترک میکنه. بسته ای که به دلیل نامعلومی بلور شده، اون پایین سمت چپ قابل دیدنه. این شی رفته رفته بزرگ و بزرگتر میشه و کم کم از دید دوربین محو میشه. وقتی که این ویدیو تو فضاهای مجازی گذاشته شد، آدما یه سری تئوری ها راجبش دادن. بعضیا گفتن که این یه شوخیه، اما باز نمیتونستن بفهمن که تو بسته چی بود. بعضی هم قضیه رو ماورایی کردن، ادعا میکنن که شخصی که شکل سایه مانند بود و اول ویدیو دیدیم در حقیقت شبح هستش و اون جبه سیاه بلور شده هم روحشه که داره غیر مادی میشه، که این تئوری یه چیز چرته و خودم من باورش ندارم. و در نهایت خیلی گفتن که این یه حشره هستش و خیلی تصادفی درست وقتی که بازدید کننده داره خونه رو ترک میکنه، خودش رو تو دوربین نشون میده و داره از دوربین میره بالا. حتما تو کامنت بهم بگید که به نظر شما چی میتونه باشه. هر کیم که نظرش واقعی تر باشه لایکش میکنم.